عزیز، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز 24 است از ماه نوامبر. بله، ببینید همین دیگه، همین بله، مشکلی بود و به همت جینیس فنی امیر جان برطرف شد. خب، عرض می‌کردم که امروز 24 فردا 25 و روز تنکسگیوینگ هست. تنکسگیوینگ یعنی شکرگزاری. شکرگزاری از نعمات الهی، شکرگزاری از همه چیز. و در این شکرگزاری هم این حج رفتن ما مسلموناست. یه چیزی باید سر ببریم. اینجا هم سرزمین سرمایه داری است. سرمایه اول، سرمایه آخر. سرمایه روزگار، سرمایه آخرت. آخرم نداره طمع سرمایه دار. خطرناکترین چیز سرمایه داری است. و آماده می شوند برای کسب و کار که بفروشن حدود 60 میلیون بوقلمون بیچاره رو و اینو سر ببرن و از کنم بذارن روی یک میزی، بوقلمونی که شاید 20 نفر رو میتونه سیر کنه، اینها 4-5 نفر میزن، بقیهش هم میرزن دور و کام سرمایه دار برآورده میشه. این تعطیلاتی هم که برای حضرت عیسی هست، تولد عیسی و غیره و اینها، بزرگترین روزهای فروش هست. بله، اینا همه کسب و کار و بیزنسه. فکر میکنم این بیزنس جیزس کرایست که خود اون مرد در منتهای فقر زیست و در منتهای فقر بالای دار رفت بر صلیب، بایستی بزرگترین کسب و کارها این کسب و کار جیزس کرایست باشد. در آمریکا هر ساختمان زیبایی رو شما در این طرف ببینید، نزدیک میشه ببینید چرچه، کلیساست. و این مردم، مردم دینی هستند، منتها دینی فهمیده، دینی که دینداری میکند، به خدا معتقد هست، اما سرنوشتش رو دست آخوند نمیده. آخوند گردن کلفته، مفتخوره، یاوه‌گوی بیمغز. سعدی فرمود اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی. این آخونده رو دیدی؟ در رویا روی سفره چه میکنن؟ فرق میکنه ها، آخوند مسیحی، آخوند سنی، آخوند یهودی، همش آخونده. شکم پر میکنه، کم کم پیدا میکنید آخوند قلمی که کلش به آدمی زاد رفته باشه. اینا این خوک. بله، میگوید آخوند تو در همین کلیسا بیا حرفاتو بزن، مزخرفاتو، دروغ، چه دروغای شاخداری هم هست در مسیحیت، جلال خالق، اینا رو چیز کنید. مردم دین دار دوست داره، کلیسا میره حالش خوب میشه، حالش خوش میشه. وظیفه دین اینه. وظیفه دین این نیست که چماق برداری اموال ملت غارت کنی به نام حسن و حسین و امیر المؤمنین و امام غائب و اینا. در کلیسا آخون جاش در مسجد و سر قبر هست و سلام علیکم. و روز این ملت آخون رو حتی این شانس هم ممکن ازش بگیره که سر قبرم راهش نده. بعد از این همه جنایت من نمیبینم که دیگه این ملت بزرگ ایران بر سر مهر بیاد به آخون، به آخون جماعت. باری این جشن تنکسگیوینگ هست، روز شکرگزاری، که خیلی 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 عنوان زیبایی است، بسیار بسیار جالب و جذاب هست. شکرگزاری از طبیعت، از خدا. بله، حالا گرچه موهوم باشد، اما هر کسی خدای خودش رو
به نحوی میبیند و کشف میکند و اینها. حالا بگذاریم از این. خب بند هفت رو میخونم از گاتها یا سرودهای آسمانی زرتشت به قلم موبد فیروز آذرگشسب. آذرگشسب بزرگترین آتشکده ها بوده در آذربایجان. بله، فردوسی همواره اسب رو با آذرگشسب قافیه کرده در شاهنامه. هر جا اسب در انتهای مصرع هست اون سو حتما آذرگشسب هست. اسب هم صحیح هست، نه اسب، اسب. خب اونگاه ای مزدا اهورا، تو را پاک و مقدس شناختم که اندیشه پاک نو من روی آورد و از من پرسید کیستی و از کدام خاندانی. هنگام تردید و دودلی چه راهی را برخواهی گزید؟ راهی که به سود برادران نزدیکان و توست یا اون که به سوی خودت می باشن؟ به به، انتخاب رو میذاره برای شخص. آیا برای خودت کار میکنی؟ خوبی رو برای خودت میخوای یا برای نزدیکان و برادران؟ به انسانیت تحریز میکند زرتشت، به انسانیت و بزرگواری بدون ادعا. خب ما اینجا عرض کنم که دیوان استاد سخن سعدی رو آورده ایم و داستان ها میخوانیم از گلستان و بوستان و بعد گاهی هم غزل. یک داستان از گلستان میخوانم. دوست عزیز و نازنین من آقای دکتر طبرستانی یک شعر زیبا از فریدون مشیری فرستادن که روز دوشنبه برای شما میخوانم. یک مضمون جدیدی است، بسیار بسیار شعر مشیری، میدانید نرم و لطیف است و این هم از اون اشعار خوب است. برای شما خواهم خوند روز دوشنبه. خب میگوید سالی از بلخ بامیانم سفر بود و راه از حرامیان پرخطر. خب اینجا چه کرده سعدی؟ سالی از بلخ بامیانم سفر بود و راه از حرامیان پرخطر. خب در واقع اینجا بود لازمه اما به قرینه حذف میشه، یه دوباره میگویم بود. سالی از بلخ بامیانم سفر بود و راه از حرامیان پرخطر. اون بود اول کافیست، دومی رو به قرینه این بود خط میکشید، سعدی خط کشید. یعنی جوانی بدرقه همراه من شد، سپرواز چرخنداز سلحشور بیش زور، که به ده مرد توانا کمان او زه کردندی و زوراوران روی زمین پشت او بر زمین نیاوردندی. ولیکن چنان که دانی متنعم بود و سایه پرورده، نه جهان دیده و سفر کرده، رعد کوس دلاوران به گوشش نرسیده و برق شمشیر سواران ندید. روی جوانی همراه ما بود در تمرینات جنگی قیامت میکرد، چه بالانسی میزد، چه کارها میکرد، اما این ناز پرورده بود، نازدونه بود، دردونه بود. این هوشنگ جون دردانه بود. یه وقتی در مراغه یه فرمانداری بود، آقا این آقای ابو قداره، این ابو قداره فرماندار بود، شب تا صبح کارش قمار بود با شهردار بناب و عجبشیر و چند تا افسر بادگان رضاپاد و ماشاءالله یه پسری داشت این همین. این انقدر نازدونه بود که یه روز ما این غلام پیداش نشد، اینا همیشه میمد به ما سر میزد اینا.
23 سالش بود، گفتن غلام ناپیدا شده. یک هیکل تلند گنده ای هم داشت و اینها. عرض می شود که گفتن بردن ختنش کنن. یه سرهنگ صدری بود، خیلی افسر شریفی هم بود، دکتر بود، اینو برده بودن ختنش کرده بودن. یه ماهی هم رنگش پریده بود و هی ناز میکرد و اینها. این هم از اون جنسه. میگوید این در مواقع غیر جنگی سپرباز و چرخنداز و جفتک میانداخت و عرض میکنم که کارها میکرد، اما این مرد میدان جنگ نبود، چون جنگی ندیده بودیم. این در پناه دربار یا همون اشرافیتی که داشت مف خورده بود، از این نمایشات داده بود. مثل داستان ناصرالدین شاه، تفنگای خوب تازه ساخته شده بود در انگلیس آورده بودن، تمرین تیراندازی میکرد. یه مش قوطی گذاشته بودن مثلا 100 متری. این کسانی که همراهش بودن به به و چه چه بسیار میکردن. میرزا طی‌خان و اما هیچی نمیگفت. گفت امیر کبیر تو چیزی نمیگویی در باب این تیراندازی؟ ما گفت قربانت برم، میخواستم ببینم که اگر از اون سو هم تیر میامد به سمت جناب عالی، آیا دقت شما همین مقدار بود که امروز هست؟ منظور این که خب قوطی بیجان نشسته اونجا. باری میگوید چنین چیزی بود این جوان، حالا با ما هم سفر شده است. بله، وقتی که جنگ کاموس در میگیرد در شاهنامه، عظیمترین، یکی از عظیمترین کارها این نبرد کاموس است، کاموس کشانی. و یکی از پهلوانان ایران رو میکشد. ببخشید، این داستان اشکبوسه. اشکبوسه و کاموس هر دو آمده بودن. بله، و یکی از پهلوانان ایران فریبرز میره به میدان، شاهزاده هم هست و اینها، نرسیده فرار میکنه و پرچم رو با خودش میبره سر تپه. رستم میگوید که فریبرز را جام باده است جفت، به میدر همینطور تازی کند، میان یلان سرفرازی کند. بله، میگوید این در مجلس شراب، سخن پهلوانیش. شراب شد کنون رنگ چون سندروس، سواری نبود کمتر از اشکبوس. ایراد میگیره. باری این حال همه حواشیه. خب، ولی کن چنون که دانی، متنعم بود و سای پرورده، نه جهان دیده و سفر کرده. رعد کوس دلاوران به گوشش نرسیده و برق شمشید سواران ندیده. نیفتاده بر دست دشمن اسیر، به گردش نباریده باران تیر. اتفاقا من و این جوان هر دو در پی هم دوان، هر آن دیوار قدیمش که پیش آمدی به قوت بازو بیفکندی، و هر درخت عظیم که دیدی به زور سرپنجه برکندی، و تفاخر کنان گفتی پیل کو تا کتف و بازوی گردان بیند، شیر کو تا کف و سرپنجه مردان بیند. جا کتف رو به ضرورت کتف میخونیم که وزن شعر شکسته نشود. در شاهنامه کفت بسیار آمده، کفت و یال، کفت یعنی کتف. خیلی خوب، میگه منم دنبالش یه هیاهوی میکردم، هر دیوار قدیمی بود این میانداخت و عرض میکنم که هر درختی هم که میدید از جا میکند و چنین چیز.
ما در این حالت که دو هندو، ولی چرا گفته دو هندو؟ چون ضعیفترین مردم دنیا هندی و هندوا بودن، هنوز هم هستن، همونتون را هستن. شما دیدید در المپیک گذشته هند هیچ، در تاریخ المپیک ها و تاریخ ورزش ها هند هیچ، اصلا اعتقاد نداره به فیزیک و به ماده. این یه آدم معنوی لاهوتی هن، این هندی ها دنبال کلوف کردن بازو اینا نیستن. اما یک جهان معرفت در هر هندی شما صحبت کنید، در خیابان آدم های معمولی، نگاهشون به سیاست، به فلسفه، به انسانیت بسیار بسیار عمیق است. هند کشور محترمی است، تو برعکس کشور ما که کوچکترین آبرویی براش نمونده. متاسفانه کشور ما مثل یک شاهزاده محترم کهنسالی است که احترام هر آینه بر او واجب است. اما این دیوانگان اونچنان بیابرو کردن نام ایران رو و سرزمین ایران رو که هیچ حیثیتی برای مملکت باقی نمانده و کار دارد از دست می رود. واقعا اگر که مردم ما متفق و متحد در اندیشه آرزوهای بزرگ آزادی و حاکمیت ملت و قانون و عدالت در این اندیشه نباشند و به داد هم نرسند و به داد هم نرسیم، کار روز به روز بدتر و خرابتر می شود و هیچ تردیدی در این باب نکنید. ما در این حالت که دو هندو از پس سنگی سر برآوردند و قصد قتال ما کردند، به دست یکی چوبی و در بغل آن دیگر کلوخ کوبی. جوان را گفتم چه پایی، چرا ایستادی؟ بیار اون چه داری ز مردی و زور، که دشمن به پای خود آمد به گور. تیر و کمان را دیدم از دست جوان افتاده و لرزه بر استخوان. نه هر که موم شکافت به تیر جوشن خای، به روز حمله جنگاوران بدارد پای. چاره جز آن ندیدیم که رخت و سلاح و جامه ها رها کردیم و جان به سلامت بیاوردیم. به کارهای گران مرد کار دیده فرست، که شیر شرزه برآورد به زیر خم کمند. جوان اگر چه قوی یال و پیلتن باشد، به جنگ دشمنش از هول بکسلت پیوند. بله، نبرد پیش مساف آزموده معلوم است، چنان که مسئله شهر پیش دانشمند. این تکایی که من خوندم تقریبا تمامش تو حافظه ملی نقش بسته. این که عرض کردم اگر سعدی نمی بود، یک بلک هول عظیمی در این فرهنگ باقی میمان، بیهوده عرض نکردم. خب اجازه بفرمایید که ما ببینیم امیر جان چه دارند در تبله موسیقی، یک موسیقی پخش کنند، برمیگردیم خدمتتون. چه کتابی آوردم امروز خدمتتون؟ خواندنی. بله، تا چند دقیقه دیگه. هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم. خب هموطنان گرامی، خانم رویا بودن، آهنگ حبیب‌الله خان بدیعی مرحوم و صداشون شنیدید. عرض کنم کتابی که دست من هست میخوام به تو معرفی کنم، کتاب رستم و تواریخ هست. این رستم الحکما دوران کریم خان رو درک کرده. اطلاعات جالب و ارزنده در این کتاب هست، شوخی های بسیار هم هست که هوای تاریخی نداشته. این آقا جمع کرد. آقای
بیگزاده این کتاب رو نوشتن بدون سانسور، این کتاب رو تصحیح کردن و در کتاب از کتاب فروشی پارس که متعلق خودشان هست، بله، پارس بوکس اینکورپوریتد، و تلفنشون هم 310-441-1015 310-441-1015. این رستم التواریخ از اون کتابای عرض میکنم که بی نظیره در نوع خودش. خب اینجا میخواییم که ببینیم کریم خان نسبت به امام زمان چی فکر میکرده. امام زمان که میخواد ظهور کنه، یه روز قبلش دجال ملعون ظهور میکنه، سوار یک خریست که طولش نمیدونم 18 کیلومتره و ارتفاعش هم 15-12 کیلومتره، و یک مردکی سوار این شده که دوتا چشم نداره، یه چشم داره که میان کلش گذاشتن، رو سینش هم نوشته کافر، و یه عده دنبالش را میفتن. و این خودش به طور سیمبولیک درست هم هست. آقای خمینی رو دیدید؟ خب همون دجال بود دیگه، عوام الناس به دورش، و از هر موی این خر هزار جور صدای موسیقی میاد و مردم به دنبالش، و این دجال میموند تا صاحب زمان بقیت الله عرض میکنم که بیاد و این دجال رو بکشه از بین ببره و اینها. این داستانی آخوند نشسته در گوش کریم خان که نه مدرسه رفته بود نه MIT درس خونده بود، اینها خوند میگوید. میگوید اون والا جاه عاقلی بود معقول فهم، و منقول غیر معقول را انکار میکرد. منقول غیر معقول، خب هر منقولی فی حد ذاته غیر معقول دیگه، هرچی میبافن این اهل دین با این چانه ها، میلیون ها سال تریلیون ها حرف مزخرف زدن، یکیش حقیقی نبوده، یکیش به هیچ حقیقتی راهبر نبوده. الله اکبر از کارخانه دروغ، و الله اکبر از ظرفیت ما آدم ها برای قبول دروغ. عجب توبره بزرگی داریم. بله، همه آثار معقول جهان رو، یعنی آثار ساینتیفیک علمی رو جمع کنیم، یه تعدادی معدودی میشه، خب همه فیزیک نیوتن که جهان رو در حرکت و سکون توضیح داده یه مقاله است. پرینکیپیا ماتماتیکا، این مهمترین مقاله تاریخ علم هست و راهگشاترین بوده در کشف رموز و پیچیدگی‌های جهان مادی. حالا بیا تفسیر قرآن جناب آقای طباطبایی، 27 جلد. خب مرد حسابی، تو که نشستی 2700 جلدش میکردی، مزخرف که انتها نداره، که مهمل که پایان نداره که. بابا جان 2,700,000 مینوشتی مزخرف لاتائل. این دیگه ریاضی نیست که میگوید، یا مسئله فیزیک که آقا تا 4 رقم پشت ممیز بایستی میرفتی تا جوابت صحیح باشه، با همین مقدار کم و زیاد، یه صفر کم یه صفر زیاد، ممکنه دستگاه کار نکنه. اینجوری نیست، لاتائل پشت هم. خب میگوید کریم خان منقول غیر معقول را نمیپذیرفت و انکار میکرد و قبول نمیکرد، و همه امورش مقرون به حکمت بود و به افسانه هرگز گوش نمیداد. از اون جمله حدیث خروج دجال را باور نمی کرد. گفت من چنین فهمیدم به عقل ناقص خود که شخص یک چشم مکار حیلگر و نیرنگ ساز شعبد باز صاحب قرانی از اهل اصفهان که صاحب دولت و ثروت و همت باشد به افسانه و افسون و چیزهای غریب و عجیب به خلایق نمودن
به تأثیر افلاک و انجم پادشاه خواهد شد و اشخاص دهری مذهب و چرسی و بنگی و تریاکی نیرنگساز شعبده‌باز بسیار به دورش فراهم خواهند آمد و شاید مرد بزرگ جسته شکم بزرگی باشد و نتواند سوار اسب شود و به این سبب بر خر بزرگ جسته یا استر بزرگ جسته سوار شود و اهل اصفهان خر و استرش را به نقش و نگار و یراق مرصع به زر و جواهر آبدار خواهند نمود و بسیار شیرین زبان و با خلایق مهربان خواهد بود و از روی تأثیر چرس و بنگ خواهد گفت که من مظهر کل ربوبیت می باشم و آثار الوهیت از من ظاهر باشد و چون معتقد معاد و بازخواست خدایی نیست هر فلان چیز که می خواهد می خورد تا به جهنم واصل شود. دین و ملت حق را پایمال خواهد کرد و هایوهوی در میان خلایق خواهد انداخت. اینو کریم خان میگه. بله، ناپاکی خواهد بود و همه علوم و کمالات و آداب آراسته و با مهدی صاحب الزمان ستیزه و جنگ خواهد کرد و مهدی را منهزم و محصور در حصار بیت المقدس خواهد نمود. آخر الامر اون ناپاک را در خرگاه پادشاهی بر کوه تور قلندر صحرانوردی در خواب ناز شکمش را با ته عصا پاره خواهد کرد. اگر شما ما را لور خر ساده دل بی وقوفی پنداشتید اشتباه عظیمی کرده اید. ما سرما و گرما بسیار خورده ایم و با چرسی و بنگی و تریاکی و ملا و لوتی و درویش قلندر و صوفی و دهری مذهب رفاقت نموده ایم و با اهل هر ملت و مذهب نشستن و برخاستن نموده ایم و همه کتاب های آسمانی و غیر آسمانی و قصص و تواریخ و احادیث را خوانده و ما هم شنیده ایم و از همه جا و همه چیز آگاه و باخبر هستیم. اگرچه درس نخونده ایم اما از اونها که درس خوندن و ادعای اجتهاد می نمایند بیشتر می دانیم و بهتر چیز می فهمیم و در هر زمانی تا پادشاه اون زمان عقل و افهم اهل اون زمان نباشد پادشاهی نمی تواند کرد. آقا من عاقل تر از همه شما، اگه من عاقل تر شدم حالا پادشاهش یکی از شما بود. پادشاه باید عقل یعنی عاقل ترین و افهم یعنی فهیم ترین مردم رو به خودش بشه، وگرنه پادشاهی نتواند کرد. راست می آدم بی عقل پادشاه میکنه ریچی آخر کارش معلوم نیست به کجا میکشه. خب ما با یک منجم بله صاحب حکم کبرا آشنا شدیم. جاماسنامه را از برای ما تمام خوند و ما همه را به خاطر داریم. احکام 5000 سال بیشترک نمونده و صاحب قران های بزرگ از انبیا و سلاطین را ذکر کرده از طوفان نوح تا طوفان دیگر و همه احکاماتش راست و درست است. به خدمتش عرض نمودن که تو تصدیق قول جاماس به گبر می نمایی و تکذیب قول معصوم می کنی. کریم خان گفتن که این جاماس گبر بوده، به توهین یعنی زرتشتی، چون خیلی تعریف کرده از جاماس به عنوان منجم و ستاره شنا، اما قول معصوم رو قبول نمی کنی. حرفای آخوندی کدوم معصوم؟ معصوم یعنی چی؟ بیاین اسمت رو ما برام تعریف کنی ببینیم بابا. مال مردم خوردن، حکم به قتل دادن، زن مردم رو صاحب شدن، اینا معصومیت رو هیچ لکه‌ای نمیندازه. این هم آب کره که اگر همه عالم بیان در اونجا عرض میکنم که تخلی بکنن هیچ مشکلی نداره، آخوند میخوره قرقره میکنه. این سخنان گوهربار به خاطر این چیزاست خورده. باری خب فرمود معصوم هرگز سخن نامعقول نفرموده و این سخنهای نامعقول افتراء محض است به معصوم. ما مسلم می‌داریم که خر دجال 30 فرسخ طول و 10 فرسخ عرضش می باشد، چنان که در کتاب ها نوشتن و ما شنیدیم. البته طول و عرض دجال هم باید 10-20 فرسخ باشد و هر گام اون خر را 1 فرسنگ می گویند. آیا این خلایق با او چگونه می توانند همراهی کنند و جامعه دجال و پالان خرش را در کدام دستگاه بافته و دوخته می شود؟ و آذوقه یک شهر در یک روز کفایت دجال نمی کند
و صد هزار هزار انبار کاه و جو در یک روز کفایت خرش نخواهد کرد. یا یک رود عظیم مانند دجله بغداد و اگر عرعر کند یا بادی خارج کند اهل عالم همه هلاک شوند، و اگر سرگین بیندازد در راه ها مسدود می شود، و اگر شاش کند صد هزار مرید را سیل خواهد برد، و اگر از اصفهان خواهد به کاشان برود از تنگ میان دو کوه قهرود چگونه گذر خواهد کرد؟ عرض نمودن میان دو گوش اون خر یک فرسخ و میان دو دست و پاهایش دو فرسخ می باشد. یک دست و پا به پشت کوه جانب راست و یک دست و پا به پشت کوه جانب چپ می گذارد و می رود. فرمود بیزه های بزرگش در میان دو کوه گیر خواهد کرد. و بسیار خندید و فرمود ما از این افسانه‌ها مزخرفات بسیار شنیدیم. خدا ما را عقلی ارزانی نموده که آن عقل که به آن عقل باید او را بشناسیم و حق و باطل را از هم فرق کنیم و نیک و بد را از هم امتیاز دهیم. ما اینقدر فهمیدیم که امر محال ممتنع است. شطور از سوراخ سوزن بیرون رفتنش امری است محال و ممتنع. و سلام. باریکلا باریکلا به این مرد لور. احسنت به کریم خان زن. این مرد بزرگ پادشاه ایران بود، اما لقب پادشاهی هرگز بر خود ننهاد و مردم رو نهی کرد از اینکه به او پادشاه بگویند. و این مرد عصاره تئوری جمهوریت رو فهمیده بوده، تنها آدم بوده در همه تاریخ که میگوید شما رعایا هستید، من وکیل هستم، بنابراین اسم من پادشاه نمیشه، میشه بعد وکیل و رعایا. و کریم خان تمام این دوره های خون پرخون پایان صفوی و جنگ های نادرشاه و تعویض این پادشاهانی که پس از دیگری و کشتارهای عنیف و عجیب و فقر اقتصادی و ناآرامی مردم رو دیده بود، بنابراین این حدود 20 و چند سال حکومت او مردم در کمال خوشی و امنیت و نشاط، برای مردم خوشی و نشاط میخواست و برایشون فراهم کرده بود. جنگی هم نبود. گاهی یک جنگی با این عثمانی ها بر سر بصره و اینها بود، اما نه اونچنان جنگ های خون که نادرشاه میکرد و دیگران. و این عقلش رو، عقل روزمرهش رو نشون میده که چه میزان دانا بود. اینم نگاهش به تشکیلات امام غایب و خر دجال و رند و بساطی که شنیدید. خب این کتاب مستطاب رستم التواریخ نوشته رستم الحکما و از اشعارش پیداست که مرد عامی بوده. خیلی اشعار سست بیپایهی داره، ولی اون چه نوشته بسیار بسیار خوندنی و چیزهای آورده که معمول مبرخ ایرانی معمولا نیست. پرداختن به قیمت اجناس به عنوان مثال، خیلی خیلی این اطلاعات مهمه. یا آوردن نام همه پهلوانان و همه سرداران و اینها رو این مرد آورده و خیلی خیلی بدیعه این کار. و قیمت ارزاق رو که ما میخونیم در رستم الحکما، در این رستم التواریخ، ما تعجب میکنیم که آقا چه ارزانی بوده در ایران و چه راحت بوده برای مردم که بتوانند چیزهای مورد نیاز رو برای خودشون تهیه بکنند. و داستانهای بسیار بسیار خنده آور از اعمال و رفتار شاه سلطان حسین و دار و دسته اینجا هست. بله چه گفته و چه گفته است
آدم تعجب میکنه که این آقا چه مایه هوشیاری داشته، این رستم الحکما. بله بله. و در واقع تحویل و تحول حکومت صفوی به محمود و اشرف افغان رو آورده، ظهور نادرشاه رو آورده، مفصلا توضیحات داده، بعد از نادرشاه اون اتفاقاتی در مملکت افتاد اینا رو آورده، رسانده جریان رو به کریم خان زن و کتاب رو اونجا بسته و هزار خوشمزدگی کرده. بله اینجا مثلا به تخت نشستن و پادشاهی نمودن شاه طهماسب به ثانی میگوید: اما بعد چون والا جاه جمشید کلاه، فریدون دستگاه، سکندر رتبت، سلیمان بارگاه، زیبنده تاج و تخت سلطانی، ظل الله شاه تا طهماسب به ثانی بر مسند حکمرانی و اورنگ جهانبانی برنشست و از خدمات عالی جاه نادر قلی خان قرخلو بسیار خوشش آمد، او را مخاطب به طهماسب قلی خان. طهماسب قلی خان یعنی نوکر طهماسب. این افتخاری بود که این شاه طهماسب به نادر شاه داد. فرمود و خلعت فاخر سراپا با اسب بی نظیر یراق مرصع و شمشیر و خنجر یراق مرصع با فرمان قضاجریانی که مشتمل بر فرماشات از برایش در شیراز فرستاد که اول تعمیر و مرمت مزار امامزاده های شیراز کند و بعد از آن از جانب کهگیلویه و بهبهان و خوزستان و عراق و قلمرو علی شکر یه هم چیزی نمیدونم چی هست و همدان و کرمانشاه و لرستان روانه و همه را مسخر نماید و یاغیان و طاغیان و متمردان و سرکشان اون حدود را در ربقه اطاعت و انقیاد در آورد. عالی جاه معظمان الی حسب الامر شاهنشاهی مشغول خدمتگزاری گردید و نواب همایون شاه طهماسب به ورود اصفهان تالار اماراتی که والا جاه شاه اشرف افغان از خلد آشیان شاه عباس ثانی در سعادت آباد خراب نموده بود و در سر پل شهرستان مثل اون ساخته بود، در دامنه کوه نزدیک به قریه خورسکان امر مقرر فرمود و آنها را خراب نمودند و اسباب و مسائل آنها را آوردند به سعادت آباد به کنار زنده رود به جای اول. بعد از این جور داستان ها در باب این مرد آورده و سرگذشتش اونجایی که رسیده است به عزل این شاه طهماسب که نادرشاه لشکر را آورده بیرونه. این شاه طهماسب آمد یک غلط زیادی هم کرد و در نبود نادر یک حمله کرد به این عثمانی ها و شکست خیلی سخت و شدیدی خورد و در اونجا یه قراردادی نوشت خائنانه علیه ایران بود. نادر براشفت که من به زخم شمشیر آبدار اینا رو از اینا دارم پس میگیرم، این میره جنگ میکنه میبازه، کی به تو گفت برید جنگ بکنی؟ حالا کجا جنگیه؟ آمد و در بیرون اصفهان سپاه خودش رو نظم و ترتیب داد و گفت که شما اعلی حضرت تشریف بیارن و دیدار کنن از سپاه و یک خیمه خیلی مجللی هم براش ساختن و اینها و در اونجا امردان گذاشتن که معنیش معلوم هست، کسی که مرد نیست. یک سوراخی هم به دیوار چادر آقا را مس کردن و بعد مشغول شد به بعض کارها و چند نفر از بزرگان دین هم آورده بود و اینا یکی یکی نگاه کردن گفت ببینید این پادشاه شماست، من کشور رو میگیرم، دشمنان رو دارم سرکوب میکنم، این میره میوازه و اینها. همونجا دست آقا رو
بستن رو فرستادن این آقا رو به عرض کنم که بیحق سبزوار. و نادر خب کسی حقانیتی براش قائل نبود به لحاظ نژاد و تبار که پادشاه بشود، اما در دشت مغان بزرگان رو جمع آوری کرد و یک سخنرانی خیلی قرا کرد که من کارها میکردم، تعارف میکرد البته، حالا شما هر کس رو که میخواهید به پادشاهی انتخاب کنید. و همه یک زبان البته از ترس گفتن که غیر از شما کسی لایق این کار نیست. و نادر حکومت از صفویه منتقل شد به افشاریه، اما اون میزان تدبیر نبود در نادر که این حکومت رو بتواند در خاندان خود در واقع دائم بکند. وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، با سپاس از امیر و سپاس از شما برنامه رو می‌بندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی. بله.